جان و موجش هست، میتونی خب گین های خوبی بگیری. حالا ربات نوشته بودن، از ربات های مختلف استفاده میکردن. دوره پایتون رو حتما بگذارید، ادامه کلاس خواهم گفت، اونی که میخواد توی این داستان بره تا ته قصه. در غیر این صورت میتونید شما که این پایتون برای نوشتن ربات معاملگری خودتونه، شاید هم شما به این نقطه برسید، من نمیخوام اصلا، نه توانشو دارم نه وقتشو دارم، میخوام گینشو ببرم، 5 تا ارز من بگو من حالشو ببرم. آره، اینجور دوستان باید از خدمات صندوق های سرمایه گذاری و ربات های معاملگر استفاده کنن، که میشه بحث فصل پنجممون. ببینید یه اتفاقی که توی بازار کریپتو میفته و متاسفانه این مبتلا به ما همه هست، این جریان KYC خب خیلی از صرافی ها به ضررشونه دیگه. بالاخره ایرانی جماعت یه پول خوبی دارن، حالا کشورهای دیگه هم نگاه میکنین اینا عملا این موقع شرط زندگیشون شرط زندگی خوبیه، منابع مالی خوبی هم دارن، در اختیار دارن، و این صرافی ها عملا از این تریدر ها، از این اینوستور ها محروم میشن. پس نه تنها برای من ناراحت کنند است، برای من نوعی، برای این صرافی خارجی هم به همین صورته. بعضیشون اومدن یه دری رو اون گوشه یه ذره واز گذاشتن، گفتن که مثلا تا 2 تا BTC KYC نمیخوام. یا همین الان که شما دوستانی که تو صرافی ایرانی ثبت نام کردیم، مثلا به شما میگن بدون احراز هویت میتونید مثلا تا انقدر خرید و فروش روزانه داشته باشی، با احراز هویت مثلا تا انقدر، و حالا ثبت بندی هم دارن. لذا توصیه میشه که حتما از این قابلیت استفاده بکنیم و بیایم با یه، نمیخوام تشویق کنم بریم سمت بایننس، اما اکثر ابزارها یا مثلا سمت کراکن یا 500 پلاس، اینا صرافی گردن کلفتی هستند تو دنیا. اما یه مقدار باهاشون دست و پنجه نرم کنیم، ببینیم چه خبره، چون اتفاقات خیلی خوب ابزارهایی که اونا دارن، یک کدوم از این ابزارها ما توی بازار ایران نداریم. اکثر صرافیهایی که مثلا من دیدم باهاشون کار کردم اوردر بوکی هن، همینطور این بورسه، اول میخری بعد میفروشی. حالا فواید استفاده از ربات ها چیه؟ همونطور که میدونید این بازار 7 در 24، یعنی تعطیلی نداره. تایمی که من و شما خواب هستیم بازار داره مثل گوله کار میکنه، زمانی هم که چینی ها خواب بیدار میشه انگار یه موجی از منابع مالی داره میاد به سمت بازار. و خب همه از ربات استفاده نمی‌کنن، تعداد کمی دارن استفاده می‌کنن و میشه از این فرصت نهایت استفاده رو برد. توی ربات یه اتفاق می‌افته، از سال 2011 به بعد بالغ بر 60% معاملات دنیا از طریق ربات‌های معامله‌گر انجام شده. ببین اینجور نیست که تو ربات رو بگیری و بخری و بذاری و بری و فراموشش کنی، نه، اینا همشون تو این پروموشن‌هاشون تو الان من از اینا خبرنامه‌ها عضوم، در روز کلی از اینا میاد. امروز داشتم یکیشو همینطوری مرور میکردم برای درس امروز، دیدم که مثلا یک مثلا گفتم من انقدر درآوردم، انقدر رباتم خوب کار میکنه، انقدر از سهم میگیرم بابت اینکه مثلا از ربات من استفاده بکنی. خب یه مقداری باید حساسیت داشت. ببین یک از این ربات ها، ربات ها خیلی معروف نمی بود، ما یه مفهومی به نام آربیتراژ داریم، آربیتر اس داشت، تی به جای اس به جای تی، آربیتراژ آربیتراژ داشت. و این یه ربات، یه شرکت ربات اسپانیاییه و بود، البته تعداد مشتری بسیار زیادی هم داشت و خوب هم داشت کار میکرد، ربات‌های قوی داشت، الگوریتم ریاضی خوبی رو پیاده کرده بود. اما اتفاقی که افتاد چی شد؟ مدیر عاملش اومد مثلا یه دستکاری، حالا خواسته و ناخواسته دستکاری در ربات کرده بودن، یه مبلغ قابل توجهی زیان تحمیل شده بود به سرمایه‌گذارا. بعد این بیت کوینی که این وسط مونده بود و خب حالا به ایشون خیلی اتهام وارد میشد که خودش سرقت کرده، حالا درگیر دادگاه و فلان و بهمان، تا اینکه اون سازمان نظارتی بورس اوراق بهادار اسپانیا به این با تحقیقاتی که انجام داده بود به این نتیجه رسیده بود که این آقای مدیر عامل برداشته این کوین ها رو، این بیت کوین ها رو برده تو دارک وب، اونجا تبدیل به چیز دیگه کرده و یه چرخ زده و عملا داستان مانی لاندرینگ رو انجام داده بود، که تخلف بزرگی در حوزه مالی در سراسر دنیا است. پولشویی به عنوان یک تخلف در سراسر دنیا جاش هم فرق نمی‌کنه، هر جای دنیا میتونه باشه. ما هم در ایران وقتی داریم یه حساب بانکی باز میکنیم دیدین که یه دونه فرمای میدن که هیچکی هم نمیخونه زیرش امضا میکنی، اگرم بخونی شاکی میشن،
که آقا داری چی میخونی؟ میگه میخوام امضا بکنم، چرا نباید بخونم؟ و دقیقا همینا رو داریم تعهد میدیم. پس فواید 7 در 24 بودن بازار با استفاده از ربات ها برای ما پررنگتر میشه. از همه مهمتر احساسات ما رو از توی بازار حذف میکنه. این فومو فودی که توی بازار به وجود میاد از نوسانات، دیدین امروز مثلا یه بازار یه حرکتی زد، خب قشنگ این نهنگا اومدن رو سطح آب یه دهن واس کرد، هر چی کیلکا بود روی سطح آب برداشت و برد. و خب این اتفاق میفته، لذا باید دقت بکنیم اینها، این ربات ها ما رو یه پله میاره عقب‌تر از این جریان. کاهش خطای انسانی در معاملات برای من به شخص اتفاق افتاده که اشتباه کردم تو خرید و فروش. حالا این کیس و کیس بورس دارم خدمتتون میگم، اومدم بخرم فروختم و تا حالا بیا اینو جایگزینش بکنی برگردی به بازار، از شما خیلی انرژی میگیره و اصلا عصبیتون میکنه. همین اتفاق فقط کافیه تو کریپتو براتون بیفته. زمانی که مثلا بازار داره میاد کرش میکنه میره پایین، بخری صبر نکنی تا بازار متعادل شه، یا بازار داره استارت میزنه بره بالا، به اشتباه که میخوای سوار موج بشی بفروشی. به همین خاطر موبات ها این تیکر هم چون کاملا 0-1 به مسئله نگاه میکنه از دل داستان در میاره، یعنی احساسات درش وجود نداره. نکته مهمتر سرعت معاملاته. ببینید اوردر هایی که ربات های معامله گر توی صرافی ها میچینن به میلی ثانیه است و خیلی سریع این عملیات مالیش انجام میده بدون هیچ نگرانی. و این سرعت بالا مزیت در بازارهایی که اینجوری داره کار میکنه، چون بازارها دو طرفه هم هست، میتونه این پوزیشن های خیلی سریعی باز بکنه برای خرید و فروش یا حتی مثلا معاملات فیوچرز یا CFD که امروز با هم میبینیم چیه داستان. و جالبی ربات ها هم اینه که خب یه تعداد قابل توجهشون، یعنی اکثرشون به یه بکتس استراتژی دارن، مثل کارنامه شون میمونه. میگه در 6 ماه گذشته من با این الگوریتمی که دارم این ارز رو، نمیاد الگوریتمش رو به شما بگه ها، الگوریتم پیچیده ای هم دارن، این ارز رو، این کوین، آلت کوین رو، توکن رو به این دفعات خریدم، با این قیمت خریدم، با این فروختم، با این خریدم، با این فروختم، و در نهایت به این رسیدم که مثلا انقدر تک پروفیت زدم از بازار خارج شدم رو این رباته که به عنوان کارنامه‌شون دارن عرضه میکنن. شما میتونید از این ربات‌ها هم استفاده کنید، حتی برای اینکه استراتژی رو خودت بک تست بزنی به صورت آفلاین هم ازش استفاده بکنید. اینا هم اکثرا به صرافی‌ها وصلن، چون رباتی که به صرافی وصل نباشد عملا کاری برای من نمیکنه، فقط داره یه سیگنال میده که خیلی جذابیتی برای ما ندارد. فاکتور انتخاب یک ربات قابلیت اسمینانش هست. همونطور که بارها گفتم، خوندن ریویو در اینترنت به من کمک میکنه که اگر در یک کسی قبلا از با یه رباتی استفاده کار کرده، استفاده کرده و یا اینکه پول پرداخت کرده به اون شرکت برای دریافت ربات ولی بهش سرویس ندادن یا اینکه سرش کلا گذاشتن، من یه خود زودتر با یه دونه تومه انسانی، تومه سرمایه گذاری توی این پروژه آشنا میشم و حداقل منابعمو نمیبرم سمتش. شفافیت از این موضوع که خب باید اطلاعاتی رو در مورد مثلا ساختارش بده، نه اینکه الگوریتمش، این شرکت کیه، چیه، کجا تأسیس شده، نت پروفیتش در طی مثلا 1 سال گذشته چجوری بوده، این شرکت به چه صورتی کار کرده، رباته چقدر درآمد داشته، چه تعداد مشتری داره. ببینید که قصه ها اینه که الان که میدونید که تو بازار مالی، من یه خاطره براتون بگم. من برای پایان نامه برادرم داشتم تو حوزه چیز کار میشون، نرم افزار خوندن، داشتیم میگشت که مثلا بره جای جایی کار شبکه انجام بده، بهش گفتم نه بیا بریم سراغ این کیسی هم که من دارم انجام میدم، مثلا تو حوزه بازار سرمایه خوبی که خب اون موقع من سایت ثروتیار رو داشتم و هنوز هم داریم، البته داریم رینیوش میکنیم، به زودی سایت خوبی میاد بالا تو حوزه کریپتوکارنسی. اون موقع ما سیگنال میدادیم برای خرید و فروش، مثلا وایبر و اینا تازه، شاید وایبر و اینا اومده بود اگه ذهنتون تازه بکنید، مربوط به خیلی سال قبل میشه. و اومدیم رو چیز کار کردیم رو همین پترنا الگوریتم با کلاسترینگ و این چیزا توی دیتا ماینینگ، و بالاخره من چرخیدم تا یه کسی رو پیدا کردم که توی این حوزه ربات داره توی یه دانشگاه معروف در امریکا درس میخوند و ازش خواهش کردم که مثلا یه مقدار به ما راهنمایی کن، هم ما کار اینجوری داریم هم
پس اگه همچین بیزنسی رو داریم راه اندازی میکنیم، انصافا هم به ما مطالب خوبی رو داد که خب قسمتش ورودی پایان نامه برادر من بود و پروژه‌ای که داشت انجام میداد و الباقیش هم ما آوردیم تو بیزینس داشتیم ازش استفاده میکرد. اما یک نکته‌ای که تای این داستان به من گفت جالب بود که ربطش به این خاطره که بهتون گفتم این هستش که میگه زمانی که یک پترن توسط ربات معامله‌گر شما دیتکت میشه، یعنی چی؟ من یک روشی رو پیدا میکنم برای خرید و فروش یک ارز، یک توکن یا آلت کوین یا همون بیت کوین که به عنوان تنها کوین بازار شناخته میشه، شما باید همون موقع اون پترن رو کیل شده فرض کنید. توضیحش اینه که وقتی شما پترن رو پیدا میکنید و شروع میکنید روش خرید و فروش کردن، عملا داری به بازار هم یه سیگنال میدی و اون سیگناله باعث میشه که شما دیگه اون میانگینا همه تغییر کنه. حالا هرچی حجم شما معاملاتتون بیشتر باشه، یا این اگر مثلا توسط یک رباتی که مثلا با همین استراتژی داره میره و چند ده هزار نفر دارن ازش استفاده میکنن، پس یواش یواش به این سمت میره که اون پترنه، اون بازدهی سابق رو نداشته باشه. پس باید در نظر داشته باشین که این پترن ها باید آپدیت بشه. پس هر موقع پترن دیتکت میشه، همون موقع هم باید فرض برای بذاریم کیل میشه. با اون مدل هایی که یاد گرفتیم تو کلاسترینگ و بحث معامله در بازار سرمایه، هنوز این داستان چیز هم نبود و فیلتر نویسی هم تو بورس نبود. میخوام ببینیم تو زمان وایبر ببین چه خبر بود دیگه، به شوخی میگیم زمان گچ و تخته بود تو بازار سرمایه. خب یه روش هایی پیدا کردیم که برای من خیلی جذاب بود که در روز میتونستم چندین بار یک سهم رو بخرم و بفروشم و حتی سهمایی رو پیدا کنم که توی شرایط اون الگوریتمی که ما تعریف کرده بودیم میافتادن و میتونستیم ازش منافع مالی خوبی رو کسب بکنیم. بس دقت داشته باشم اون تعداد آدمه مهمه، کارنامه سوداوریش از همه مهمتره، چون ما کار چریتی اینجا انجام نمیدیم. بله من دارم پول میدم که پول در بیارم از تو این بازار، اونم چی؟ دلاری. یکی از شعارهایی که از اول با هم داشتیم این بود که من میخوام منابع مالیم رو به سمت بازارهای بین‌المللی ببرم که ما درآمد دلاری داشته باشن، حداقل قسمتی از تورم رو بتونم جبران کنم. با تجربه کلی معامله‌گری هم در شرکت مذکوری که دارین دنبالش می‌گردین، ازش ربات می‌خواید بخرین، هم در خودتون مهمه، چون ست کردن این ربات‌ها اهمیت ویژه‌ای داره، تکنیک‌های خاصی داره. در این بین شما به یک سری آدم‌های حرفه‌ای هم برخورد می‌کنید که قسمتی از اینها رو شما می‌تونید در جوامع بیت کوین تاک و ردیت و ارشواد حتی همین تریدینگ ویو پیدا بکنید که خودشون یه اسکریپت هم نوشتن تو قسمت